افغان حکومت وایي د میزان شپږمې ټاکنو پر وړاندې هیڅ ډول خنډ ورته د منلو نه دی. د ولسمشر غني سلاکار وحید عمر ویلي د میزان پر شپږمه هرومرو ټاکنې کیږي. په همدې حال کې د ولسمشر غني په مشرۍ ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح هم له ټاکنو سره هممهاله د سولې هڅې دسیسه بللې ده. په حکومت کې دننه بیا عبدالله عبدالله په مشرۍ ټاکنیز ټیم د سولې ته لومړیتوب ورکوي. اخوا د ولسمشرۍ یو شمېر نوماندان بیا باور نه لري چې راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې دې په سمه توګه ترسره شي. بحث دا دی چې د سولې او ټاکنو ټاکنې لا هم په یو پیچیده وضعیت کې دي. او بل مهم بحث دا دی که چېرې په دغه وضعیت کې ټاکنې ترسره کیږي پایلې به یې څه وي. دغه راز د افغان حکومت ډاډ هم د تحلیل او بحث وړ دی چې څنګه کولی شي په اوسني وضعیت کې ټاکنې ترسره کړي. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن ځانګړی انتخاباتي بحث ګورئ. په نن کې د سولې او ټاکنو په اړه پر بېلابېلو نظرونو غږیږو چې پر موضوع برا سره دوه قدرمن میلمانه بحث وکړي. د ولسمشر غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم ویان محمد شفق خواتي او د حزب اسلامي د مرکزي شورا غړی فضل من الله ممتاز خواتي صاحب ستري مشه بحث ته راغلي. دا بحث له تاسو پیلوم، د حکومت ډاډ د اطمینان په څه معنا دی چې په دغسې وضعیت کې چې نور نوماندان باور نه لري چې ټاکنې به ترسره کیږي یا ورته سوله اولویت لري، ولې حکومت ډاډه ده چې ټاکنې ترسره کوي؟ با نام یاد خدا و با سلام و احترام خدمت شما بینندگان محترم و جناب آقای ممتاز. ببینید، بحث صلح و انتخابات ما در تقابل با هم نباید قرار بدیم. دو تا پروسه ملی هست، هر دو برای ما و شما ارزشمند هست. از یک طرف ما و شما دارای یک نظام هستیم، نظام دموکراتیک، نظام جمهوری، که بالاخره انتقال قدرت بعد از موعد مقرر باید صورت بگیره. طبیعتاً باید تا حالا انتخابات برگزار میشد و به خاطر چالش هایی که وجود داشته، ممانع و تعدیل قانون انتخابات و بعد گزینش اعضای جدید کمیسیون ها و رایزنی کاندیداها، اینا همه منجر شد که انتخابات دیرتر برگزار شد. ولی به این معنا نباید باشه که ما باز انتخابات از این بیشتر به تاخیر بندازیم یا به تعلیق بندازیم. میدونید که بر اساس قانون ما و شما حد اکثر دو بار دو تا چهار ماه هم میتونیم انتخابات رو به تاخیر بندازیم. همیال اگر در شش میزان انتخابات برگزار شوه، در واقع شش ماه از زمان خود گذشته. بیشتر از او به تاخیر انداختنش کل نظام با عدم مشروعیت مواجه میکنه، با یک بی‌نظمی مواجه میشیم. ولی خب به این معنا نیست که انتخابات در برابر صلح قرار داره. طبیعتا صلح هم یک پروسه پیچیده است. شما میدانید که از سپتامبر پارسال که حالا سپتامبر امسال رسیده، یعنی یک سال کامل، ایالات متحده آمریکا به نمایندگی زلمه خلیلزاد به سختی تانسته به یک توافق نسبی برسه که هنوزم نهایی نشده. یعنی به قول خود آقای خلیلزاد هنوز رئیس جمهور ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، او را هنوز تایید نکرده. اگر تایید هم بکنه، بالاخره یک سال است که اینا به یک توافق نیم بند رسیدن. حالا اگر گفتگوهای بین الافغانی هم شروع شود بین سیاسیون افغانستان، حکومت افغانستان و طالبان، خب یقینا در ظرف یک هفته، یک ماه، دو ماه به نتیجه نهایی نمیرسه. یعنی تا اون موعد را که ما فرصت داریم انتخابات برگزار بکنیم، نتایج گفتگوهای بین الافغانی یقینا مشخص نمیشه. بنابر این باید یک دولت روی کار بیاید. از میان کاندیداهای محترم هر کس که رأی آورد و هر کسی که بالا آمد، یک دولت مقتدر تشکیل بده و همچنان پروسه صلح ادامه داشته باشه. یعنی فکر کاوی چه دسی کوم ممانعت شته، دسی کوم خند بوی چه لمخی حکومت همیشه تاکید کوي چې انتخابات کوو، همیشه دا وایي چې موږ د میزان د شپږمې انتخاباتو پر وړاندې هیڅ ډول ممانعت نه منو. فکر کوم ممانعت شته؟ حقیقت اینه که در گفتگوهایی که بین آقای خلیلزاد و طالبان گذشته، تاکید بر به تاخیر انداختن انتخابات بوده. بله. و میدانید که طالبان حملات انتحاری و حملات جبهه‌ای خود را در اواخر هنوزم تشدید بخشیدن، به خاطری که در واقع در گفتگوهای صلح و مذاکرات صلح دست بالا رو داشته باشن و بتونن انتخابات را به تاخیر بندازن. چون میدانیم که اگر انتخابات برگزار نشود و او طرح دولت موقتی که اول در ذهن آقای خلیلزاد بود یا طالبان خواستار دولت موقت بودن، یقینا در اون صورت طالبان دست بالاتری خواهد داشت. یعنی در صورتی که ما این نظام کلا نسم فرو میپاشه، در اون صورت ما اگر به سمت دولت موقت بریم، یقینا اردوی ملی با این وضعیت نخواهد بود، سرقومندان قوای اعلی مسلح نخواهیم داشت. خب در واقع چیزی هست که مطلوب طالبان بوده و آقای خلیلزاد هم به خاطر اینکه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا در پیش از 2020، اونا در واقع تدبیر برای پیروزی خود و تیم ترامپ میسنجن که ما یک دستاورد داشته باشیم. شما ببینید در آخر دوره اوباما بن لادن چندین بار در دسترسشون بود، نکشتن، نگرفتن، نگه داشتن تا در بحث دور دوم انتخابات اوباما که رسید
او رو به عنوان یک دستاورد گرفتن، بن لادن را از بین بردن تا در انتخابات یک دستاورد داشته باشن و یک چیزی برای کمپین و تبلیغ داشته باشن که ما این دستاورد رو داشتیم. حالا هم خلیلزاد عجله داره که به یک نحو صلح پیشتر بیفته، انتخابات برایش مهم نیست، نظام سیاسی آینده افغانستان خیلی برایش اهمیت نداره، مهمی هست که یک دستاورد در نشان بده به مردم آمریکا که این دستاورد ترامپ بود. یعنی امریکایان لپاره در افغانستان انتخابات مهم ندی؟ نه، من احساس میکنم که برای آمریکاییان میگن مهم هست، ولی برای از اونای دستاورد مهم هست. اگر صلح قبل از انتخابات، در صحبت های آقای خلیلزاد هم با شبکه طلوع شما دیدین که تاکیدش بود که ما ترجیح میدیم قبل از انتخابات صلح به یک جایی برسه. خب یقینا قبل از انتخابات با این فرصت کمی که ما و شما داریم، سه هفته دیگه، در سه هفته دیگه کی میتونه تصور بکنه که گفتگوهای بین الافغانی شروع شوه و به نتیجه برسه و ختم شوه؟ خب یقینا به سمت دولت موقت یا به سمت یک تدبیر اینچنینی. من نه خواهاتی سه پرتو مسئله با تاسو سره بیرته راګرځم. یو دا چې په افغانستان کې د انتخاباتو پر وړاندې ممانعتونه، یو خپل نظامی ممانعت ده چې طالبانو خو په واضح الفاظو سره اعلان کړی ده چې دوی انتخابات نه مني، یو په کور دننه سیاسي ممانعتونه څومره د انتخابات پر وړاندې موجود دي تاسو سره ور باندې راګرځم. ممتاز صاحب، تاسو فکر کوئ د افغانستان لپاره سوله وټاکنې چې ډېر په دې وروستیو کې دا موضوع توده شوې هم ده، د حکومت لخوا ډېر ټینګار او د یو شمېر سیاسونو لخوا حکومت په دې تورنول چې غواړي په واک کې پاتې شي، نو ځکه د سولې پر ځای په ټاکنو باندې ټینګار لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بخیر نستنین. سلام بینندگان عزیز، خدمت خواتی صاحب، همچنان شما. این موضوع انتخابات عوامل متعددی وجود دارد در قسمت کمپاین و انتخابات. بخشی بدون مقدمه که داخل شما به انتخابات، برخی از کاندیدا تمویل شدن از بیرون، تمویل شدن مثلا از طرف کشورهای خلیجی، یک کاندید تمویل شده $250 میلیون برش اونا دادن. مثلا یک کاندید دیگه از طرف ایران و از طرف هند تمویل شده، برای اینا پول معین دادن. یعنی حرف بزنیم صادق قال خو مردم، از ما میلیون ها نفر ما میشنو و هزار ها نفر میشنو. صدق اینا ضرورت دارن که به اونا به نیا به وعده به اونا بیل مصرف بدن، بیل مصرف بدن. اگر این پول مصرف نکنن، به این کمپاینا مصرف نکنن، اونا پول پس میگیرن. یک موس در ضمن از اینمی خود از اینا درست موضوع رو درک میکنن که انتخابات اگر شوا یا نشوا موضوع کنم معنایی ندارم، بخاطر ازی که اینا میخواین که در حکومت عبوری و موقتی رو که به 4 سال توافق شده بین امریکایی و طالبان، توافق نهایی شده به 4 سال مدت این حکومت، در این حکومت اینا نفوذ خود داشته باشن، نقش داشتن، به خاطر این نمایشگاه مردمی که وجود داره. این دیگه موضوعست. موضوع سیوم از این کمپاینا است که امریکایی هم به حیث یک نقطه فشار باز گذاشتن سر طالبان که اگر شما به صلح نمی کنین آن موضوع تر به امضا نمیرسن، بعد از 20 روز بعد اگر موضوع چی شد انتخابات صورت گرفته، 5 سالی حکومت می باشه با شما بجنگین انتخابات باشه. به خاطر از بود عکس العمل که نشان دادن. یا موضوع دیگه که چهارمی که دیگه مطرح است، ای است که راستش حقیقتش ای است در افغانستان متاسفانه این معمول است. همون زمانی که روسها اتحاد شوروی وقت روسها از افغانستان می برآمدن، همون روز می رن، یک تعداد کسا که ریشن و کوپون و چیزها می خوردن، خودشان در یک جای وظیفه بودن، 4 تا زنی بیکار که در میکرویان بود و طرف شهر که پلیس بودن، اینا با چیزای مصرف، حتی اینا توظیف بودن، کوپون داشتن، خیلی زیاد آرام زندگی میکردن، از همون نظام مستفید بودن. وقتی روسها می برآمدن، با برآمدن روسها گریه میکردن، همون روس یک تعداد از یا گل پاش میدادن، برای زیاد گل پاش میدادن، گریه میکردن. حالت گرد در آنی که افغانستان به دیگه جای خون از چنگال روسا خون میچکید، مردم خوشحال بود که این ظالم بیرون بره، که یک نیم میلیون شهید شده بود، ولی یک تعداد مردم های مستفید، مزدور مستفید بود اگر از این وجودی روسا که برای زیاد گل پاش میدادن، این به حد بودن. حال شباهت داره به مو روزا، برآمدن روسا. یک تعداد کسا تا عمی لحظه را هم که نظام افغانستان، اداری افغانستان، اینا 18 سال پروژه گرفتن، پروژه اداری گرفته بودن، میخواین که عمی پا
پر چی قرارداد زینا دیگه در از مدت چه سوال بودم ده چه تاسو خبر خبرو که شارک ولا چه زین کاندیدان تمویل شوی دی زین وادن لخوا بله بله تاکی اوی مجبور دی چه انتخابات وشی کمپاین وکی او خپل بل وړاندې بل وړاندې کیو ولی برعکس ډیر څمر کاندیدان غواړي چې انتخابات ونی شي او ته انتخابات وزنډی کی او خبر ادا ده چې سول لمړیتوب لري په دې وخت کې ضرورت ده چې سول رامنځته شو انتخابات وزنډیږي نو ډیر تاکید په انتخابات باندې د حاکمو ټیمونه ده زما هدف د ولسمشر غنی په مشر ټاکنې سیستم ده او عبد الله عبدالله په مشر ټاکنې سیستم سره لدی چې سول ورته لمړیتوب لري خو بیا هم ټاکنو باندې تاکید کوي خبر ادا ده وطندار ګل د خبر ادا ده په دې وسه غوړه وزیر ګاګبر خان د مکشوې او د انفجار انتحاري دوه خزیلت او جالو په جلا شو په ختنه شو چې ولې څه شوې دي یو وایي چې د ما خاوند شهید شوې دي د دې لپاره چې جالو او بل په ختنه وکړه د تاسو او د ما بخښ دی راښنی یا ورک شوې دي په دې کاندیدانو کې د څه خلک دي نیمه درته وایم چې زه یقینا د خپل حرف نه د خپل زه د خپل خبره نه زه مسؤل یم ځینې کې زه تاکید خبر لرم اطلاعات لرم د دقیق 250 میلیون یو کاندید د خلیجی حکومت نور ته ورکړي او یو بل کاندید ته ایران او هند ورته پیسې ورکړي نور کاندیدان چې زنه مخلص له زنه د دې په شهرت لپاره مثلا دا تروسه پوری یو کاندید د دې کاندیدانو زه درته اختیار وایم قسم خورم چې دومره توان سره نشته چې بس سل قسم دراتول کی یو دفترم تروسه پوری دوی نه لري په دې ولایتونو کې صرف دوی یو غاز تذکریته کړی دي غواړي چې د دې مسلې په دې دوم دور معامله وکړي بنا ان ای کاندیدای که شما میگین کاندیدای که الف اعلان وجود داره تفاوت در تیر کاندیدا اصرار دارن بالای انتخابات به خاطر ازی که انمی انتخابات به اون بیل مصرف که میکنن اما بیل تقدیم کنن به کسایی که اینا رو تمویل کنن یک موضوع دو می دیگه تمنا دارن که انمی پروژه اگر چه پروژه 18 ساله پروژه اداری افغانستان 18 ساله پروژه میگم برسن اگر ادامه پیدا کنه درست دسته یک تعداد کاندیدای دیگه که اصلا اونا این میگن که صلح از انتخابات کرده برای ما اولویت داره متردد هستن این برمیگرده به چی؟ برمیگرده که قطعا این از زمامدارای فعلی افغانستان تا کاندیدار همیشان از روند و جریان مذاکرات بیخبر هستن بیطلاع هستن از خلیلزاد امریکایا اینا گدایی میکنن که اگر چکیدی از این مذاکرات رو به یاد چکنن برای زب دجنیان قرار بتن که اینا دجنیان قرار داشته باشن تا با لذی به اطلاع نیستن البته خودت هم چیست اون همه گدیده که جای خیلی زد خجالت آور بود شرم آور بوده که مذاکرات نوم دور خودتی میگه تا به حال حکومت افغانستان خبر نداره و تا به حال با حکومت افغانستان در میان گذاشته نشده و همچنان طالبا حاضر نشده که به نماینده حکومت افغانستان نشستن از طرف دیگه که آل ترام میگه یا خلیلزاد میگه این میگه که شما می مذاکرات بین الافغانی یک تعریف مشخصی از مذاکرات بین الافغانی فعلا وجود نداره در افغانستان و طالبا به صراحت گفتن چند روز قبل گفتن که فقط ما با نماینده حزب اسلامی افغانستان و با نماینده جمعیت اسلامی افغانستان و حزب وحدت با اینا نشست داریم به خاطر که طرف اصلی معامله ما قضیه ما تقابل ما جنگ ما با این مردم بوده و طرف اصلی قضیه اینا هستن امور شما دیدن که آیت حزب اسلامی افغانستان اونا خواستن به دعوت طالبان رفتن مذاکرات انجام دادن بعد از او آیت جمعیت اسلامی افغانستان رفتن بعد از او میرن در آیت حزب وحدت اسلامی بناً فعلا بنا بین این مشکلاتی که فعلا وجود داره در ساحه افغانی فعلا وجود یعنی بحران به میان من نه من تاسو خواتی سب د یو تاسو د نظامی ممانعتونو خبره وکړه چې طالبانو اختار ورکړی دی او هغوی ویلي دي په ښکاره توګه کې چې په افغانستان کې انتخاباتو ته اجازه نه ورکوي او ته کمپاینونو په برخه کې یو هم خپله تهدید کړی دی سیاسي برخه کې ممانعت وینئ چې په کور دننه په حکومت کې په سیاسونو کې دي هم یو څوک وي چې هغه ونه غواړي انتخابات ترسره شي
خب مسلماً تهدیدات امنیتی از جانب طالبان خواهد بود. عرض کردم خدمت شما که اساساً تشدید حملات جبهه‌ای و همچنان حملات انتحاری که صورت میگیره به همین منظور هست که طالبان به دو هدف برسند. یکی این که با ناامن نشان دادن فضا انتخابات را به تعلیق ببرند و دوم در گفتگوهای صلح و مذاکرات صلح یک دست بالایی داشته باشند. و سیاسیون ما و شما هم یک تعدادی همونطور که جناب ممتاز گفتن خب برخی وقتش در تردید هستن، اساسا از اون محتوای مذاکرات طالبان و ایالات متحده خیلی در جریان نیستن و تصور غالب بر این است که دولت موقت میآید. حتی از خود کاندیداها خیلیشون برمی باور هستن. ولی شما شرقی نشید تاکنو کاندید ده اقعد سول جریان خبر ده؟ بله شما میدانید دیره که تقریبا دومین بار هست که محتوای مذاکرات حداقل دو بار، حالا بیشتر از اونش من تضمین نمیتونم، حداقل دو بار من اطلاع دقیق دارم که به اختیار رئیس جمهور غنی قرار میگیره، یکی بعد از مذاکرات دور 8 و یکم بعد از دور 9. بعد از دور 8 متن اومد، رئیس جمهور غنی ملاحظات خود را داشت و یک سری مفاهیم اومده بود، بحث آزادی 8300 یا 8600 طالب مطرح شده بود و بسیاری از موضوعات دیگر که در اون قسمت ها خب رئیس جمهور غنی ملاحظات خود را مطرح کرد، البته دکتر صیب عبدالله هم در جریان قرار گرفته و بعضی مفاهیمی که به کار رفته بود مثل امارت اسلامی که مطلق آمده بود در بعد از دوره هشتم رئیس جمهور غنی تذکرشی بود که اصلاح نباید بیاید. بعد آقای خلیل‌زاد وعده داد که ما خب تعبیر میکنیم امارت خودخوانده، یا این که داخل پرانتز قید شود که ما به عنوان امارت به رسمیت نمیشناسیم، در افغانستان طرف ما یک دولت رسمی هست نه دو دولت، که یک امارت و یکم حکومت کابل. خب حالا از جزئیات بگذاریم، منظور که متن و محتوا یک بار بعد از دور هشتم بر جمهور نشان داده شد و این متنی که بعد از دور نهم بین طالبان و خلیل‌زاد به توافق رسیده، در همین سفر دو سه روز پیش آقای خلیل‌زاد برای جمهور غنی و به عبدالله نشان داده شد متن. خیلی خبره داده چی کچری پدی متن که کسام طالبان او امریکان به دا خبر ردیوی شده انتخابات و دا زن پارک پکی کم موضوعی یک کچری پدی باندې توافق کیږي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ چې د راتلونکو انتخابات دی په تعویق شي او اصول ته د اولویت ورکړ شي، دا د برخه کې افغان حکومت ملاحظه لري او څوخ مخکم د خپل د حکومت وان اتاتیر ورځ ویل چې موږ دغه توافقنامې په برخه کې تشویشونه لرو، ملاحظات لرو، خو له بل خو تاسو د خلیلزاد څرګندونې ما اوریدلې دي چې هغوی وایي دغه توافق په برخه کې ښاغلی عبدالله او ښاغلی غني د ویټو حق نه لري، د افغان حکومت ته هېڅ دې برخه کې د ویټو حق نه ورکول کېږي. که چېرې امریکایان وایي چې انتخابات نه کېږي، ښاغلی غني نشي ویلی چې به انتخابات به کوو. توافق درست است بین ایالات متحده امریکا و طالبان هست، حالا حق ویټوی حکومت افغانستان را اگر ما شما به رسمیت نشناسیم این به این معنا هست که ما نسبت به سرنوشت خود خیلی خود را کاملا غیر مسئول احساس میکنیم. بالاخره او توافق بین ایالات متحده آمریکا و خپل امریکای پرسمیت نمانی دغه د ویټو حق امریکا نه ورکی، درسته، ولی خب بالاخره باید در چانزنی ها و مذاکرات رئیس جمهوری حق به خود میده، چون سرنوشت روی سرنوشت ما اثر میذاره، روی ملت افغانستان اثر میذاره و به تاخیر افتادن انتخابات از منظری رئیس جمهور غنی و همچنین دکتر عبدالله و بسیار سیاسیون دیگه به این معنا هست که ما کل ساختار نظام رو به هم بریزیم، صفر شروع کنیم، یعنی 18 سال قبل برگردیم. به می جهت حکومت تا حالا مقاومت کرده و در واقع کاندیداهای دیگه هم اگر در این قسمت همسو شوند و برخی البته تا حدود را خب میدانید که همسو هستن به یک نحوی، حالا اختلافات جزئی ممکنه باشه، مثلا شما چندین تیم میبینید که کمپین بسیار فعالی داره، تیم دولت ساز، تیم ثبات همگاری دکتر عبدالله، تیم اصلاح و عدالت اسلامی جناب حکمتیار صاحب، خب اینا کمپینای خود در ولایات هم شروع کردن، جدی به میسن پیش میرن، ولی برخی کاندیداهای دیگه خب از اون طرف میدانیم که رای خیلی قابل توجهی هم ندارن ولی در تناقض گرفتار هستن. خب ولی پامدی تیمونو که هم مونږ چې د دې تیمونو له استازو سره خبرې کړې دي، دوی بیا برعکس د دولت ساس تیم سوله په خپل لومړیتوب کې یادوي. ښاغلی عبدالله ویلي دي چې که چیرې سوله راځي د انتخاباتو هم تیری، درست است، ولی یو چیز مشروط تیم هم ویلي دي چې د سوله په برخه کې چیز مشروط دوی ته سوله اولویت لري، ولی تاسو ګورئ چې د ښاغلي غني ټیم کې سوله او انتخابات دواړه د یو بل داسې پروسی بولي چې په یو بل پورې تړلې نه دي، حتی د یو بل متمم پروسی بولي، درست، ولی سوله اینا خوب مشروط کردن که سوله اگر محقق شود، اگر شما در نظر بگیرید و شرط ما میگیم تا شش میزان محقق نمیشه. بله مثلا دکتر صیب عبدالله در اون مصاحبه صراحتا گفت که اگر یک روز مونده به انتخابات هم صلح محقق شود ما صلح ترجیح میدیم، یقینا ما هم میخوایم. خب ولی اگر دیرش
پدې چې د انتخاباتو لپاره موږ ډېر کم وخت لرو. دقیق دقیق. نو اوس هغه مسله لدی اگر نه وتلې ده چې کچې رسول راځي کچې امکان پذیر نیست. به همین خاطر میگیم که اوس صلح پایدار، صلح دائمی که پشت سر جنگ دیگری نباشه، جنگ داخلی نباشه، منازعات از نو شروع نشوه، در ظرف یک هفته دو هفته محقق نمیشه. من نه اگر زم بیم تاسو په جنبندی کې ده بس ممتاز تاسو فکر کوئ کچې امریکانو لپاره سوله لومړیتوب لري او د هغوی د کومه برنامه چې روانه کړې دغه لومړیتوب لري او له بل لوري افغان حکومت د سولې په توافق نامه کې د ویټو حق ونه لري وبه کولی شي افغانستان په دغسې وضعیت کې انتخابات وکړي؟ جناب محترم بعد به نظر داشت و موضوع رسمیات و تعریفات و خبرید، آیا شما در تاریخ بشریت دیدین که بادار از غلام اجازه گرفته باشه؟ آیا امریکایی‌ها وقتی که داخل افغانستان شدن از کسی ویزه گرفته بود، از کسی اجازه گرفته بود، پیمان امضا کرده بود، کدام قراردادی وجود داشته، بر اساس کدام پیمان و تعهد اینا وارد افغانستان شده و به افغانستان اشغال کردن؟ کوازیشی بادار چوک او غلام چوک؟ خب من علی خدمت شما عرض میکنم، ما بگیم که فعلا تاریخ افغانستان اگر بخونه بخصوص این تاریخ 40 ساله معاصر افغانستان شب گذشته با امشب کاملا شباهت داره. به معنی این که تا به حال یک تعداد از سیاستمدارای چپی ما یا احمقگرای سیاستمدارای احمق ما سر معذرت میخوایم، تا به حال اصرار داره که روسای اتحاد شوروی وقت به اساس یک درخواست دی حکومت وارد افغانستان شده بود قصد اشغال نداشت. آیا شما فکر میکنید امون شب که روسا در افغانستان داخل شد امون شب حفیظ الله امین اعدام کرد؟ کرد یعنی رئیس جمهور اعدام کرد، رئیس جمهور وقت اعدام کرد. آیا فکر میکنید کدام احمق در دنیا پیدا میشه که رئیس جمهور یک قوه اشغالگر بخواهد که مرا اعدام کنیم؟ یک موضوع علی بعد که بردیم که امریکایی وارد افغانستان شده بود از ما خودت اجازه گرفته بود؟ نه. یک موضوع دیگه که بسیار به صراحت بگویم، جنگ طالبا با غنی آغاز نشده بود، غنی در طرف قضیه نبود، جنگ طالبا با سیماسمر آغاز نشده بود، جنگ طالبا با اسپنتا آغاز نشده بود. حال کسایی که فعلا 99% فعلا زمام امور به دست دارن اینا کسایی بودن که لابی میکردن برای طالبان در واشنگتن و در پاریس و لندن دبون، اینا به اونجا برای زو لابگیری میکردن یا مترجم بودن، مترجم از اینا بودن، وسیط واسطه از اینا بودن بین سیاست مداره غربی و واسطه بودن اینا بودن، اینا طرف قضیه نبودن. حقیقت امر همیست که ما درست میفهمیم، اجازه طرف قضیه اصلی امریکایی هم میفهمه، طالبان هم میفهمه، اونا تهدید کردن. طرف اصلی قضیه که اینمی مردم میده که اونا سابق کمونیستا اشرار میگفتن، طالبان شر و فساد گفتن، سکولارا و غربی آمدن اینا را جنگ سالار گفتن و ما مجاهدین میگیم. طرف قضیه اصلی است و طالبان هم گفتن و با هیئت حزب اسلامی رفتن مذاکره کردن، با جمعیت اسلام مذاکره کردن، با وحدت اسلام مذاکره کردن. سوال در انتخابات مورد که دمره مسئله برخه که حکومت کولیش انتخابات کی؟ حکومت؟ بله. ما خدمت شدیم. هی حرف خلیلزاد است. حرف خلیلزاد است برای طالبا. که انتخابات یک فشار است بالای طالبا. که هرچی سرعت ببخشن به خاطر امضا کردن توافق نامه یک فشار سیاسی است که امریکایی‌ها وارد میکنن برای ایران. در غیر از او اگر شما خواسته باشین به صراحت اینو بگوین که ما حالا فعلا در مورد ازی که ما انتخابات میکنیم ما قبول نداریم، ما ویتو میکنیم، این حرفا بسیار حرفای پاک و مقدس و افتخارآمیز است، ولی افتخارات کاذب است که امروز ما ایرم عنوان میکنیم. به چی معنا؟ رئیس جمهوری که نتانه به دعوت رسمی رئیس جمهور ایران قبول کنه از او جویتو می است بوش که قطعا زیاره دارن، رئیس جمهوری که گریان کنه پیش مردم که از هوا امریکایی ها ما رو می زنه، از زمین طالبا می زنه، خدایا چطور کنیم که نه،
آیا شما میتونید که مسئله باداری و غلامی رو شما صحبت کنید؟ درسته؟ از یعنی میگه بر میگرده 99% کسایی که در یمی کابینه کار میکنن، که کابینه 18 سال کار کردن، استثناء ان بعضی کسایی که وجود داره، اینا یک دوره مکلفیت جاسوسی و خدمت در قسمت استخبارات خارجی که مسلط هستن، اینا قبل گذاشتن، امروز اینا مامورین در این پروژه 18 ساله، پروژه اداری هستن، اینا صلاحیت او نیره ندارن با احترام که دارن. او بس پامدی پختن جنبندی که و خواتی سب افغان حکومت ده ها و ده نا صلاحیت نلری، ستاسو حلا را با پیشنهاد توگسی چه پا دقو دو انتخابونو که چه سولا تاکنه دی لند راتو وای؟ خب من با فرمایش ممتاز صاحب موافق هستم که امریکا به خاطر گلی روی ما و شما نیامده، آمده دنبال هدف خود بوده، ولی در کنارش بحثی که من دارم این است که ما و شما افغان ها میتونیم خودمو با اتحاد، با همدلی، همسویی، مثلا خب حکمتیار صاحب وقتی که میای با حکومت یک جا میشه، یک بخش از معضل حل میشه، طالبان هم اگر بیای یک بخش دیگر از معضل حل میشه، ما به فکر خود باشیم. ما امور هم که از این طرف ایالات متحده آمریکا ممکنه بر ما فرمان برانه، از اون طرف هم یک بخش دیگه ما و شما از پاکستان فرمان میگیریم. ما اگر امیر متوقف بکنیم، همه به یک نحوی به بیرون وابسته شده. اگر امیر متوقف کنیم، انتخابات برگزار شود و خود افغان ها ملی فکر بکنن، یعنی نه در فکر راولپندی باشیم، نه دستور از راولپندی بگیریم، نه از واشنگتن بگیریم، در اون صورت با این با اتحاد ممکن است. دیر من ممتاز تاسم دستور انتخابات با بسیار خوب چی دیر لند در مورد ای گفتم که اگر موضوع ما صلاحیت می داشتیم، آنچه اقدامی را که امروز حزب اسلامی که مذاکرات افغانی افغانی بوده باشه، متاسفانه یک لکه ننگ شده امروز برای حزب اسلامی، به خاطر اینکه 4 بار طالبان دعوت کردن که شما مذاکرات بین افغانی را آغاز کنین، نه به خارجی‌ها. طالبان گفت که شما با کسی که مذاکرات بین افغانی را آغاز کردین که نتونست که یک ماده از تفاهم نامه بین حزب اسلامی و حکومت اینا تطبیق کنن، به خاطر اینکه شما رفتین در اونجا فعلا در زندان سیاسی کابل قرار دارین و اینا صاحب اجرا کردن اینمی تفاهم نامه نیستن، اینا تا که از امریکا اجازه نگیرن. بنا ان این تفاهم نامه که بین حزب اسلامی و برای بین حکومت امضا شده، یک ماده تطبیق نشده. بنا ان طالبان درک کردن که اینا صاحب صلاحیت نیستن، مالک ملک خود نیستن، مالک فضای خود نیستن، نشستن به اینا ضایع وقت است. دیر من نه کور مدان چرا لپموز مر سره باسو که گران لدیم لتاسم دیر من نه چی تر دیدم مزمن ملتیا کولا تربیامو الله مالشه.